امیدم این است که عزیزان دیگری که هنوز باور دارن غیر از مادیات، موفقیت، لحظات سکرآور شراب و غیره چیزهای دیگری در دنیا، لذات معنوی دیگری در دنیا هست، در این راه با ما همراهی کنن و انتقادات ما رو نه به صورت زمزمه بلکه به صورت روشن واضح به گوش ما برسونن تا همونجور که عرض کردم کامل بشیم. این واقعا تنها پیام و تنها آرزوی منه. بله، در حال اول کار ماست. استقبال مردم خیلی خوب بوده، امیدوارم که انتقاداتشون هم درست باشه ولی صادقانه باشه. عرض کنم خدمتون که در هر تلاش فرهنگی، در هر کار از این چنینی، معمولا بنا به عادت‌های ناپسندیده‌ای که نه تنها ما ایرانیان به طور کلی بشر داره، ممکنه که مطالبی بیان بشه که موجب آزرده خاطر شدن نه تنها شما بلکه دیگران هم باشه. ولی در برابر کار بسیار زیبایی که شما کرده اید و همکارانتون، دست اندر کاران این بنیاد توس انجام داده اید، واقعا این گونه حرفا هیچ گونه ارزشی نداره و از اهمیت کار شما هم کم نمی کنه. اونچه که در لندن صورت گرفت، چه پارسال در بزرگداشت این بانوی بزرگوار که افتخارش دوستیشو دارم، سرکار خانم لوبت والا، و همینطور امسال با برنامه 100 سال ترانه، فکر می کنم که هدفهای بنیاد فرهنگی توس بسیار مشخص و روشنه و فرهنگ دوستان ایرانی فقط به این جنبه از کارها تأکید دارن و توجه دارن و بقیه حرفا حرفای حاشیه‌ای است که در جوامع مختلف هم هست. به هر حال من خیلی سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردین خانم فرازی. با چکر. امیدوارم که در آینده پیش از اینکه این سورپرایز ها رو یک باره به صحنه بیارید، از طریق این تریبون در اختیار علاقمندان فرهنگ ایران هم قرار بدهید. خیلی متشکرم، حتما حتما اینجور خواهد بود. بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنونم. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت های بیشتر دارم در بنیاد فرهنگی توس و امیدوارم که روزی دامنه تلاش های شما آنچنان گسترده بشود که ما هم در این سوی اقیانوسا از اون بهره بگیریم. خیلی سپاسگزارم. خیلی متشکرم. روز شما بخیر خانم جمیله خرازی.